این واقعیت است که ناوالنی طی چند سال گذشته 300 روز را در سلول انفرادی به سر برده است. در این مورد بارها تماس دریافت می‌کردم که او تحت شرایطی بسیار بد قرار دارد. ناوالنی اساساً شکنجه می‌شد. بنابراین مرگ او یک مرگ تدریجی طی چند سال بود. احتمال اینکه شکنجه در روزهای اخیر باعث مرگ او شده باشد هم وجود دارد. اما این را می‌شود از طریق یک تحقیقات مستقل تایید کرد. ولی دولت روسیه اجازه تحقیق در این مورد را نمی‌دهد. آنها حتی اجازه نمی‌دادند که جسد ناوالنی به خانواده‌اش تحویل داده شود. بنابراین به هر نحوی دولت روسیه مسئول مرگ ناوالنی است.